به نام خدا، علی اکبر محمد شفیع هستم از مجموعه PLC One. در خدمت شما هستیم با آموزش نرم افزار میکروین از سخت افزارهای شرکت زیمنس S720. خب، برنامه که اینجا برای شما در نظر گرفتیم برنامه چپگر راستگر هست. در اینجا میخوایم این برنامه رو در ابتدا به صورت چپگر راستگر کند بنویسیم و بعد اونو تبدیلش کنیم به برنامه چپگرد راستگرد سریع. خب، ما یه دونه موتور داریم که این موتور با دو تا کنتاکتور که جای دو تا فازش عوض میشه میاد به صورت چپگرد و راستگرد شروع میکنه به چرخیدن. یه دونه شستی استوب داریم براش، یه دونه شستی S1 مثلا راستگرد هست و S2 چپگرد، یا فرق نمیکنه، به صورت برعکس میتونید شما ازش استفاده کنید. خب، من میرم توی برنامه و شروع میکنم به نوشتن این برنامه. خب، من اولین کاری که میکنم برای اینکه برنامه‌ام راحت تر بتونم برنامه رو انجام بدم، از همون ابتدا میرم و اول سمبول ها رو برای برنامه‌ام در نظر میگیرم. ببینید شما توی سمبول تیبل که برین، اینجا میتونید براش سمبولاتون رو برایش تعریف کنید. من مثلا میگم اول یه دونه من S0 دارم، این S0 رو به عنوان استوب در نظر میگیرم، درسته؟ آدرسش هم میگم I0 0، درسته؟ خب، گزینه بعدی S1 هست، مثلا من در نظر میگیرم S1، اسمشو میذارم left start. خب، اینو چی در نظر میگیرم؟ اینو میذارم QS، نه دیگه، به صورت I0 و 1، چون ورودی های من هستن. بعدی رو هم میذارم S2، اینو در نظر میگیرم Right Start. Start آخر برای این است که با خروجی های چپگرد و راستگرد اینو اشتباه نگیرم. اینم میگم I0 و 2. خب، گزینه بعدی میگم دو تا خروجی دارم دیگه، یه دونه left موتور دارم که اینو میذارم اسمشو Q0 و 0 مثلا، و یه دونه هم دارم right موتور که اونو میذارم Q0 و 1. شما میتونید CW و CCW یا هر چیزی که مد نظرتون هست به عنوان سمبول برنامه در نظر بگیرید. خب، من وقتی که سمبول رو به این صورت برای اون در نظر گرفتم، میام توی برنامه و میتونم برنامه رو حالا با سمبول شروع کنم به نوشتن. من میام توی قسمت بیت لاجیک و یک ورودی به این صورت براش در نظر میگیرم، میگم I0 و 1 که همون استارت من هست، درسته؟ ببینید، من وقتی مینویسم به من میگه S1 left استارت I0 و 1. من اگر این رو زدم باید چه اتفاقی بیفته؟ باید Q0 و 0 من همین یه دونه، من دیگه نمیخوام دو تا باشه، این بیاد در واقع فعال بشه. اینجا نوشته left موتور فعال میشه. خب، همین اتفاق هم برای حالت راستگرد میفته، یعنی من اگر I0 و 2 رو فعال بکنم که همون راستگرد من هست، من باید بتونم Q0 و 1 رو فعال کنم، درسته؟ Q0 و 1 به این صورت فعال میشه. خب، اون چیزی که من برای خاصیت set و reset گفتم با اون شماره‌ای که زیرش هست، اینجا الان ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینید، من میگم I0 و 0 رو اگر من زدم که همون، شما مثلا اینجا میتونیم برایش در نظر بگیرید که خب این نتورک من استوپ من هست، یا این هست استارت رایت من. خب، یا مثلا بالایی رو میتونید در نظر بگیرید استارت لفت. هر چیزی که شما میتونید اینجا برای خواناتر شدن برنامه‌تون یه سری موارد رو به عنوان توضیح نتورک علاوه بر اون سمبولایی که برای ورود خروجیاتون در نظر میگیرید میتونید در نظر بگیرید. خب، اینجا میام چیکار میکنم؟ اینجا میگم خب، من وقتی که استوپ رو زدم، شما بیا Q0 و 0 رو ریسیت کن. اینجا میذارم عدد 2. این 2ی که اینجا میذارم چیکار میکنه؟ میاد Q0 و 0 و Q0 و 1 رو برای من
ریست میکنه. دیگه لازم نیست من دو تا یه شاخه اینجا بیام اضافه کنم و بیام کیو 0 و 0 رو هم بهش براش در نظر بگیرم. خب این برنامه الان درست هست؟ یعنی شما چپگردو که بزنین موتورش میاد توی مدار، راستگردم که بزنین موتورش میاد توی مدار. ولی مشکلی که هست اینه که شما اینجا اومدین گفتین چپگرد که فعال بشه موتورش بیاد توی مدار، ولی خب اگر توی اون لحظه راستگرد توی مدار بود چی؟ خب پس این یه جای کار مشکل داره که من میام چیکار میکنم؟ البته من باید این مربع رو بعد از این ورودی بذارم اینجا و بیام یه دونه نات بهش اضافه کنم. بعد اینجا میام چی میگم؟ میگم اگر کیو 0 و 1 فعال بود، یعنی حالت راستگرد اگر فعال بود، شمایی که چپگرد هستی نمیتونی بیای توی مدار. همین اتفاق هم برای به اصطلاح حالت راستگرد میفته، یعنی اگر حالت چپگرد توی مدار بود راستگرد نمیتونه بیاد توی مدار. تا چه زمانی؟ تا زمانی که ما SSF یا همون استوپ رو بیایم و بزنیم. من میام برنامه رو در ابتدا سیو میکنم، بعد کامپایل میکنم که خب برنامه اروری نداره و سپس میام و برنامه رو به سخت افزارم دانلود میکنم. خب حالا بعد از اینکه دانلود شد این برنامه رو ما میتونیم تست بکنیم. خب الان گزینه دانلود اومد، من گزینه دانلود رو میزنم، میگه که سی پی یو میخوای حالت استوب بره، میگم بله. دانلود که تموم شد بعد من گزینه ران برای من میاد، من اوکی میکنم. ببینید خب الان من پی ال سی رو میبرم روی حالت ران. الان پی ال سی دیگه میتونه کارشو انجام میده، ولی من چون میخوام شما هم نتیجه کار رو ببینید حالت آنلاین رو براش مشخص میکنم. در اینجا حالا من میتونم بیام و برنامه رو اجرا کنم. ببینید الان کیو 0 و 1 و کیو 0 و 0 هر دوتاشون غیر فعالن، پس ناتشون صفره. پس شما الان حالت چپگرد و حالت راستگرد و هر کدوم که بزنین خروجیش وارد مدار میشه. من مثلا میام چیکار میکنم؟ من میام حالت راستگرد رو فعال میکنم. ببینید من راستگرد رو که فعال کردم کیو 0 و 1 اومد تو مدار، من دستم رو بر میدارم. خب چه اتفاق میفته؟ الان کیو 0 و 1 من توی مداره. خب یعنی چی؟ پس ناتش میشه 0. یعنی اگر من آی 0 و 1 رو بزنم کیو 0 و 0 یا همون حالت چپگرد توی مدار نمیاد. من هر چقدر شستی چپگرد رو بزنم شما میبینید که اون خروجی توی مدار نمیاد. تا چه زمانی؟ تا زمانی که من بیام و اس 0 رو بزنم، یعنی بیام همه خروجی ها رو به این صورت ریسیت کنم. حالا اگر من چپگرد رو بزنم به این صورت خروجیش میاد توی مدار، اون وقت دیگه این راستگرد هست که توی مدار نمیتونه بیاد تا زمانی که باز ما دوباره استوب بزنیم. خب حالا همین برنامه رو من میخوام به حالت به صورت سریع بنویسم. یعنی میگم که خب من وقتی که استارت رو زدم شما نگاه کن، اگر مثلا حالت مقابلش روشن بود اون رو ریستش بکن و این حالت رو بیار توی مدار. خب من باید چیکار کنم؟ من اول میام اینجا یه حلقه به این صورت اضافه میکنم، میگم که خب شما که من S1 رو زدم، شما علاوه بر این که میای خودتو میخوای ست بکنی، بیا طرف مقابلت هم ریست کن. یعنی من میام اینجا میگم شما بیا کیو 0 و 1 رو برای من ریست کن. خب همین اتفاق هم توی قسمت پایین میفته، یعنی که من میام اینجا یه شاخه به این صورت اضافه میکنم. البته شاخه رو باید بریم قبلش، یعنی به این صورت من یه شاخه به این صورت اضافه میکنم و اینجا میام یه دونه ریست در نظر میگیرم. میگم که خب شما که داری میخوای راستگرد و ریست بکنی، اول بیا چپگرد رو برای من ریست بکن، درسته؟ ریست بکن و بعد بیا برای من راستگرد رو به توی مدار. خب یه کار دیگه هم شما میتونید بکنید، مثلا اینجا یه دونه کیو 0 و 0 اینجا بیاری توی مدار، بگی که اگر چپگرد توی مدار بود بیا ریستش کن. یعنی لحظه اول خب شما هیچ کدوم از خروجی ها اینجا، اینم میذارم کیو 0 و 0.
ببخشید اینجا میشه کیو 0 و 1، کیو 0 و 1 یعنی چی؟ شما لحظه اول رو در نظر بگیرین، هیچ کدوم از این به اصطلاح خروجی ها چپگرد و راستگرد توی مدار نیست، پس این خط پایینی توی این دوتا نتورک اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟ چون هیچ کدوم از این چپگرد و راستگرد 0 و 0 و 0 و 1 توی مدار نیستن. خب حالا که این دوتا خط پایین اجرا نمیشه، برنامه‌مون با مشکل مواجه نمیشه. ما اینجا میگیم نه. چرا؟ چون هر دوتا خروجی غیر فعال هستن، پس این ناتا هر دوتا فعالن، یعنی خروجی بهتون اجازه عبور جریان رو به شما میدم. پس من میتونم چیکار کنم؟ بیام راستگرد و چپگرد و هر کدوم که بخوام بیارم توی مدار، دیگه لازم به ریست طرف مقابل نیست. چرا؟ چون طرف مقابل روشن نیست که شما بخواین ریستش کنین. خب حالا میام این نتایج رو سیو کامپایل و دانلود میکنم. ببینید به این صورت، بعد از اینکه کامپایل کردم برنامه رو به سخت افزارم دانلود میکنم. خب من گزینه دانلود رو به این صورت میزنم، سی پی یو رو میذارم روی حالت استوب تا عمل دانلود به این صورت انجام بشه. خب قسمت اول برنامه که مطمئناً انجام میشه. ببینید قسمت اول برنامه چی بود؟ اجازه بده من حالت آنلاین رو براش فعال بکنم. قسمت اول برنامه این بود که شما اگر چپگرد رو زدین، ببینید من الان چپگرد رو میارم توی مدار، ببینید اگر چپگرد رو زدین موتور چپگرد میاد توی مدار، استوپ رو که بزنین غیر فعال میشه، درسته؟ من استوپ رو زدم غیر فعال شد. راستگرد هم اگر بزنین، راستگرد میاد توی مدار، باز استوپ رو بزنین غیر فعال میشه. تا اینجا درست؟ حالا اگر من بیام به این صورت چیکار کنم؟ بیام چپگرد رو بزنم، درسته؟ الان چپگرد توی مداره و راستگرد رو بزنم، چه اتفاق میفته؟ از حالت چپگرد میره روی حالت راستگرد. یه بار دیگه، الان من دوباره میام، الان روی چه حالتیه؟ الان روی حالت راستگرده. من چپگرد رو میزنم، ببینید میره روی حالت چپگرد. دوباره راستگرد رو میزنم، میره روی حالت راستگرد. یعنی اومدیم چپگرد راستگرد کند رو تبدیل کردیم به چپگرد راستگرد سریع. استوب هم که بزنین کلن برنامه‌تون ریسیت میشه. خب حفاظت الان جدای از این که به صلاح اینجا میاد عمل ریسیت رو انجام میده، اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ از نات طرف مقابل استفاده کردیم. پس تا زمانی که در واقع موتور راستگردمون غیر فعال نشه، ما اومدیم اینجا گفتیم که شما اگر چپگرد رو زدی نگاه کن، ببین اگر راستگرد توی مدار بود اول راستگرد رو چه کن؟ ریستش کن. حالا اینجا نگاه میکنه میگه خب شما شستید، هنوز دستت پایینه، هنوز دستتو بر نداشتی. من توی یک لحظه خیلی کوچیک اومدم برات راستگرد رو غیر فعال کردم، میگم خب دست شما درد نکنه. حالا اینجا رو نگاه میکنیم، شما هنوز دستتون روی شستی هست و راستگرد رو هم اومده غیر فعال کرده. پس میاد چیکار میکنه؟ موتور چپگرد رو برای شما فعال میکنه. این مورد رو پس به این صورت میشه سیکل برنامه رو توضیح داد که به چه صورت این برنامه پیاده سازی میشه روی نرم افزار و سخت افزار.